اینجا بانوان افغان با گرامی داشت از روز نیروهای امنیتی که در خط نبرد در برابر دشمن می جنگند اعلام حمایت کرده و خواهان پایان جنگ در کشورند. مریم بانویی که چند سال پیش شوهرش را که سرباز اردوی ملی در ولایت غزنی بود از دست داد و ای که تنها نان آور خانواده اش است، از آمدن صلح در کشور استقبال کرده می گوید نباید آمدن صلح در کشور مانع فعالیت های اجتماعی و مدنی بانوان شود. خانمایی که مثل من هستن، سرپرست خانواده هستن و نانآور خانواده هستن، در بیرون کار میکنن. ما نگران از هستیم که مثلا بازم ما میتونیم در بیرون کار کنیم، چون ما کسی رو نداریم که برای ما کار کنه یا خرج بیاره. رقیه بانوی کهنسالی که پسرش در میدان نبرد با دشمن می جنگد، خسته از جنگ است و می خواهد هر چی زودتر صلح و آتشبس دایمی در کشور برقرار شود. طالبان بچه‌م سلطنه جنگ بست است. با باور شمار از مقام‌های حکومتی، با آمدن صلح در کشور، افغانستان چهره دیگری برخط خواهد گرفت و آنان تأکید می‌کنند که نیروهای امنیتی افغان ستون اصلی صلح در کشورند. سربازای ما آماده هر رقم جانفشانی برای وطن هستند. اونا در میدان جنگ نمایندگی از قوم نمی‌کنند، نمایندگی از جغرافیای خاص نمی کنن، نمایندگی از افغانستان می کنن. آمدن طالب به پای میز مذاکره از روی شوق، از روی احساس مسئولیت و افغان دوستی طالبان نیست، از روی فشار نظامی است. این در حال است که به گفته سرپرست وزارت داخله کاهش خشونت ها از سوی طالبان در کشور ادامه دارد، اما نیروهای امنیتی در حال تدافعی قرار دارند.